پویان مختاری عکس های جدیدی رو از ماشین فوق میلیاردیش در فضای مجازی منتشر کرد تا با آن در فضای مجازی فخر فروشی کند و حاشیه جدیدی ایجاد کند. سلام رفقا، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال یوتیوب پلاس خوش اومدین. اگه به تازگی ما رو دنبال میکنید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از اخبار ما زودتر مطلع شوید. پویان مختاری از وقتی که به لندن رفته حاشیه های بیشتری رو ایجاد کرده و بیشتر این حاشیه ها مربوط به رابطه پویان مختاری با یک سوپر مدل روسی بود که گفته میشد این روزها رابطه پویان مختاری و او شکراب شده است. چند روز پیش پویان مختاری عکس ماشین لاکچری و فوق میلیاردی خود را در فضای مجازی منتشر کرد تا با آن فخر فروشی کند. اما ادعای پویان مختاری درباره چگونگی پولدار شدنش و خرید این ماشین فوق لاکچری. پویان مختاری تمام ادعاهای درباره قمارباز بودنش رو تکذیب میکنه و میگه برای پولش زحمت کشیده. او چند کسب و کار فرعی و پوششی هم راه اندازی کرده تا بگه منابع درآمدی زیادی داره و زندگیش فقط قمار نیست. پویان میگه برای اینکه پولدار بشه خیلی زحمت کشیده و افرادی که به او اتهام میزنن مشتی حسود بیش نیستن. پویان مختاری با خروج از کشور به همراه نیلی افشار در ترکیه اقدام به ایجاد حاشیه های مثبت 18 کرد و به شهرت زیادی هم رسید و بعد از اون به تیم قمار و شرط بندی پیوست و با ایجاد سایت های شرط بندی متعدد اقدام به خالی کردن جیب مردم کرد. بعد از دستگیری های اخیر پویان از ترس دستگیر شدن مدتی رو در چند کشور اروپایی و بعد از اون به لندن رفت و در آنجا به قول خودش تجارت خاویار داره که مشخص همه اینا پوششی برای پولشویی پولهای قمار است. نیلی افشار عشق سابق پویان که بیشتر راه مشهور شدنش رو با او سپری کرده مدتی پیش از همدیگه جدا شدن و هر کس سراغ زندگی خودش رفته. اما اخیراً نیلی افشار که ظاهراً نتونسته پویان رو فراموش کنه درگیری‌های لفظی با پویان پیدا کرده. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگرم کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. منتظر ویدیوهای بعدی ما از کانال یوتیوب پلاس باشید.